انقلاب مشروطیت ایران مجموعه تاریخ جهان 1906 تا 1911 نسیم خلیلی فصل دو شاه و قافله همراهش گرچه به نظر می رسید که شاه ایران برای عقب نماندن از قافله جهانی پویا اصلاحات را دوست می دارد و فرمانهایی هم برای انجام اصلاحات صادر می کند. در این حال به همدستی درباریانش در حال تراش دادن تندیس تنومند انقلاب مشروطیت ایران نیز بود. برای جامعه ایران که سالها و صده ها در مقابل پایه های تنومند خودمداری شاهانه ایستاده بود، و اساسا خودمداری جز لاینفک روح و شخصیت اش شده بود بی تدبیری شاه و تشکیلات وابستش آغازی بود برای مبارزه. مزفرات دین شاه 1269 تا 1324 هجری قمری ایستاده بر رأس حرم قدرت نمادی بود واقعی از همان روح خودمداری کهن ایرانیان. ناتوانی در حل بحرانهای دیرپا و نخواسته انگیزه پررنگی بود برای شاه که گوی و میدان را به دیگران واگذارد و خود از محلک بگریزد. او اروپا رفتن را میراث شاهانه خود میپنداشت. مردریگی که از ناصر الدین شاه به فرزند میان سالش رسیده بود و باید پاس داشته میشد. بهانه های شاه برای فرنگ رفتن محکم و قاطع بود. بیماری و کهولت و نیاز به درمان. این بود که شاه گریزان از تخت پولادین پادشاهی ایران را همچون کلافی سردرگم رها می کرد تا در میان تردیدها و ندانم کاریها گره بخورد و خود به دل جاده می زد. سفری دیگر، گریزی دیگر. البته همزمان مزفرادین شاه می کشید ها را از مخالفان خود بگیرد. شاید به همین خاطر بود که در همان نخستین روزهای به تخت نشستن 1313 هجری قمری با بروز و نشانه های نارضایتی و خشمی فروخورده و زخمی دهان گشوده امین سلطان 1274 تا 1325 هجری قمری را که شدیداً مورد نارضایتی مردم قرار داشت برکنار کرد و امین دوله 1260 تا 1322 هجری قمری را بر صندلی خالی او نشاند. امین دوله در مقام صدر اعظم کوشید نام خود را با خطی خوش بر سنگ فرسوده تاریخ بکند. دبستانهای یادگار رشدیه را زنده کرد. انجمن معارف تشکیل داد. از ملل همسایه آموزه های نوعی برگرفت و خلاصه سیاست مدارانه به رفو کردن پارگی های فرسوده قالیچه کشورش پرداخت. ناگفته نماند که شاه خود بزرگترین مشوق و پشتوانه امین و دوله برای در هم تنیدن و به هم بافتن این زنجیره اصلاحات بود. اما این فقط یک روی سکه است. اقدامات امین و دوله تنها بزک کردن چهره استبداد بود. تلاش او برای به استخدام درآوردن بیگانگان برای حل برخی نابسامانیهای های دیرینه کشور گرهی را باز نکرد و حتی خود ای شد برای شروع هیجان بخشیدن به مبارزه بطی و آرامی که در حال کامل شدن بود. این اقدام یعنی به استخدام درآوردن بیگانگان و به ویژه گوی و میدان دادن به بلژیکی ها. نخستین اعتراض ها را در بدن جامعه بازرگانان، کسبه، تجار و بازاریان که نبز تپنده جامعه آن روزگار بودن آفرید. فراموش نکنیم در جامعه ای که روشنفکران فکران و نویسندگان تحول خواهش بازرگانانن اعتراض و اعتصابشان تا چه پایه میتواند فلج کننده بنیان برافکن و خطرناک باشد. در میان این ستن بلژیکی مستخدم دولت موسی نوز بود که نام خود را به جنبش مشروطیت سنجاق کرد. او دستمایه های محکمی به ایرانیان داد تا به پا خیزند و اندیشه های متروک مانده در پستوهای ذهنشان را با تمسک به بحانه های گذرا و کوچک که او به دستشان داده بود زنده کنند. ایرانیان در واقع او را سمبل مداخلات بیگانگان می انگاشتن. البته سیاست های نادرست و تبعیض آلود بلژیکی ها در امور گمرکی ایران ریشه اصلی این مخالفت ها و انگیزه جدی برای شروع مبارزه بود. نادیده انگاشتن حقوق تجار ایرانی بازرگانی داخلی را به مرز نابودی کشانده بود. تجار ایرانی دست بسته بودند و کسی صدایشان را نمی شنید. آیا زمان آن فرا نرسیده بود که این سکوت ترس آلود تاریخی شکسته شود و ندای تازه از دل توده های ایرانی برخیزد؟ بازرگانان نخستین قشر معترض جامعه بودند که ایرانیان را در کشیدن فریاد اعتراض یاری رساندند. آنها نمیدانستند اعتراضشان به قوانین ناعادلانه بیگانگان بلژیکی در عمر گمرکی و مالیات های سنگینی که بر کالاهای ایرانی میبستند به سرساز مبارزه تاریخی و عظیم می شود. مردم گوش به زنگ اولین فریادها بودند. در این میان امین و دوله و روانه گیلان شد و امین سلطان از قوم به تهران آمد و دوباره صدر اعظم شد و این بار لقب عطابک نیز گرفت. در پس پرده این نارامی های تدریجی و هشداردهنده برخی گروه های مبارز زیرزمینی میکوشیدند صدای این اعتراض را رساتر به گوش مردان منتصب به قدرت برسانند و قبل از فراگیر شدن بحران چهره واقعی آن را بنمایانند. نازم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان نامه ای می آورد از اعضای انجمن مخفی که دردمندان این دوله را به حل مشکلات ایران زمین برانگیختند. آنها در این نامه از دقدقه های خود گفتند و شاهزاده عطابک را به تلاش برای گشودن گره های کور برانگیختند. ای مقوی اعصاب ملیه چرا در حق فرزندان مجازی پادشاه فکری نمی فرمایید چرا عاقبت ملت را منظور نمی دارید چرا به شکرانه نعمت خداوندی مملکت را از ورطای خطر و گرداب هلاکت نجات نمی دهید مگر نشنیدید که دولت و ثروت قدرت و حرمت ملی از دست رفته و از 160 کرور جمعیت مشتی چند باقی مانده و عراضی آباد ما مخروب شده و افکار آزاد ما معیوب گشته. حقوق ما را تصاحب کردن و حدود ما را تقاسب نموده. کلیه بلاد فاسد و بازار تجارت کاسد است. مگر نمی شنوید فریاد مظلومان را از دست حکام ظالم. مگر نمیدانید امسال 500 نفر دختر ایرانی به ترکمان فروخته شده. مگر خبر ندارید که هر ساله کرورها مردم ایران به روسیه و عثمانی و هند می روند و رعایت خارجه می شوند. مگر اطلاع ندارید که پول ما تنزل کرده. مگر ندیدید که سرباز دولت از گرسنگی حمالی و هیزم شکنی می کند. مگر مطلع نیستید که اغلای مملکت و دانشمندان ملت و اشخاص با تربیت بیکار و معطل در گوشه فقر خزیده و خاکساری ورزیدن و مردمان جاهل و عوام دخیل امور و متصدی مهماتن و علم را مسخره می کنن و جهالت را اسباب شرافت و شرارت را مایه شهامت می دانند. نگاهی به آنچه در این نامه نهفته است تصویری روشن از ایران تشنه تحول آن روزگار را در برابر مخاطب ترسیم می کند. ارکستر سمفونیک ایرانی می نوازد. انقلاب کم کم از پس بحرانهای لاینحل سر و صورت میگیرد شاید هم ساخته نمی شود و فقط فرا می رسد. اکنون مردم و روحانیون نیز به صف مخالفان پیوسته بودند. بحران از پای تخ به دیگر شهرها می خزید و سراسر سر ایران را آرام آرام دربر می گرفت. شورش مردم در شهرها پراکنده بود اما به چشم می آمد. نمیشد چیزی را پنهان کرد. مردم تبریز موسی و پریم را از شهر خود رانده بودن. در دیگر شهرها هم وضع بهتر از این نبود. مردم خواهان بیرون راندن بیگانگان و پلم کردن در میخانه هایشان بودن. ها تا آنجا شله کشید که دامن اتابک را هم سوزاند. شاه که دریافت مردم به شدت از اتابک و عمل کردش ناراضیان، و وقتی خود به روشنی او را در حل مشکلات و کاستی های جامعه ناتوان دید بر کنارش کرد و این بار شاهزاده عین دوله را به صدر منصوب کرد عین الدوله کوشید اوضاع را آرام کند همه این تلاش ها برای این بود که مباد آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور شود اما تاریخ نشان داد که بیداری مردم به چیزهای مهمتری بند شده است. ریشه ها را باید در خاک دیگری جستجو کرد. خودسری بلژیکی ها و روس ها ادامه داشت. تعرفه های جدید گمرکی هیزم هایی بود که شعله آتش اعتراض مردم را برافروخته تر می کرد. اما جرقه اصلی در یک مهمانی زده شد. میسیونوز خود بهانه محکمی به معترضان داد. او نتوانست از انتشار عکس های مراسم بالماسکه خود جلوگیری کند. نوز در این بال ایرانیزو شده ابتکاری به خرج داده بود و به جای ماسک از عبا و عمامه استفاده کرده بود. 1322 هجری قمری این کافی بود تا مردم مذهبی مهر باطل را بر پرونده نوز بزنند. همین که روحانیون فهمیدن عکسی دست جمعی از نوز و همراهانش منتشر شده که او را در لباس روحانیت و در مهمانی رقص نشان می دهد داوطلبانه به مبارزه پیوستند. هر کس که بر فراز منبر می رفت از بیگان ستیزی می گفت و قیام ملی برای بیرون راندن بلژیکی ها. همزمان با همین ماجرا بود که بانک استقرازی روس تصمیم گرفت ساختمان خود را بر فراز گورستانی ویرانه در قلب پای تخت محتظر قاجاری بنا نهد. 1323 هجری قمری طوفان تازه در راه بود. طوفانی که نرم و بی صدا خود را از میان ویرانه آرزوهای ایرانیان خفته در رنج به پیش می آورد. میوزید و زوزه میکشید و نفیرش را هیچ کس انگار نمیشنید. این بار کارگران مستخدم روز که در کار ساختمان بانک بودن جرقه اصلی را زدند. متولی سال خورده گورستان متروکه که همان امامزاده سید ولی باشد شبی خود را به آیت الله سید محمد تبا رساند و گفت امروز در گورستان زمین را میکندند استخوانهای زن مرده ای را پیدا کردند. جنازه زن تازه بود. کارگران جسد را بی توجه در حلقوم چاهی انداختند که استخوان مرده های قدیمی را در آن ریخته بودند. مردم آشوب کردند. شهر به هم ریخته است. واقعیت این است که بلور باورهای مذهبی و انگاره های اعتقادی مردم چنان شکننده بود که با این تلنگرها تا مرز شکستگی پیش میرفت مردم در آن روزها چنان کاسه صبرشان لبریز شده بود که به اسفند روی آتش میمانستند وقتی در مسجد خازن الملک گرده هم حلقه زدن و پای فریادهای فروخورده حاجی شیخ مرتضای آشتیانی نشستند حسی قریب دوباره در دور دست درونشان به جنبش درآمد حسی که از ایران دوستی یا مذهب پرستی پررنگشان مایه میگرفت و مدتها خاموش مانده بود ماجرای اصلی اما در شب بعد شکل گرفت. ماجرای رفتن به آرامگاه مردگان و ویران کردن اماراتی که به همت روسیه تزاری بر فراز تنهایی مردگان علم شده بود. رمضان 1323 هجری قمری وقتی مردم مسجد خازنان ملک را که در همسایگی گورستان بود پر کردن حاج شیخ محمد واعظ بر فراز منبر رفت. 27 رمزان 1323 و حرفایش را این طور تمام کرد. فعلا کاری که از ما ساخته است این است که زحمت دو قدم بر خود گذارده زیارتی از اموات و اجداد خود بکنید. بلکه این وداع آخرین از قبور و استخانهای آنان بنمایند و فاتحه بر آنها بخوانید و ارواح آنها را شاد کنید. محمد واعظ خود پیش قراول شد و به همراهی مردمی خشمگین قدم به سرای نیمه ساخته ی بانک روسی نهاد. مردم چنان خشمگین بودند که بیدرنگ به ویران کردن آن چقدر برافراشته بود پرداختند. بلوای کرمان مبارزه را روی قلتک انداخت. اما لایه هر کتابی را که درباره مشروطه نوشته شده است باز کنی میبینی که نویسنده بر های نهفته در کوچه پس کوچه های کرمان را آغازگر مشروطیت میداند انگار به تعبیری بلوای برخواست از کویر تفتیده کرمان مبارزه نیمبند مردم را روی قلتک انداخت و در واقع جاده صاف کن حرکتهای بعدی شد همه چیز از منازعات درونی مردم ریشه میگرفت مردمی که سالها و چه بسا صده ها بود به چند دستگی های مذهبی و اعتقادی خود خو گرفته بودند. این خصلت را می توان در زیل خسایلی انگاش که از روحیه خود مداری نهفته در طبع ایرانی منشع می گیرد. مردم در کرمان آن روزگار به دو گروه کریمخانیان و متشرعان تقسیم می شدن. این دو گروه سالها با یکدیگر سرستیزگی داشتند تا اینکه شیخ برینی نامی به کرمان آمد محرم 1323 و با سخنان خود بر ضد کریم خانیان هیزم بر آتشی فرو مرده افکند و کینه های کهن سال را زنده کرد شیخ برینی که در برخی منابع از او به نام شیخ بهرینی نیز نام برده شده است بر فراز منابر به کریم خانیان تاخت و میرزا محمد رضا نامی از روحانیان برجسته نیز با او هم داستان شد. رکن دل حاکم کرمان نیز از این آب گلالود ماهی گرفت و این دو دستگی ها را بهانه و مستمسکی قرار داد و بر ستم خود بر مردم افزود. مردم که از این همه آشفتگی به تنگ آمده بودند خود آفریننده ی آشوب شدند. شورش تا به دانجا رسید که رکن و دوله از حکمرانی خلع و به جای او زفر و سلطنه به کرمان فرستاده شد. اما این ازل و نصبها نیز بحران را خاموش نکرد تا اینکه صدای موزیکی قریب شهر را به بهت و سکوتی عمیق فرو برد. خبر به سرعت همه جا پیچید. تفنگچیان به خانه حاجی میرزا محمد رضا رفتند و او را دستگیر کرده و با موزیک در شهر می گردانند. بوی باروت هم انگار از دور دست ها می آمد. بعد از اینکه مردم دریافتند حاج میرزا محمد رضای مجتهد و سه تن دیگر از ملایان را در اداره حکمرانی به فلک بسته و چوبشان زدند و از شهر بیرونشان انداختند در خانه میرزا جمع شدند و به روز خانی و مرسیه پرداختند صدای گریه های مردم تا خود تاریک روشن صبح لای باد کویر پیچید وقتی خبر به چوب بستن مجتهد به تهران ملتهب رسید آنها که مدتها در پی فرصتی بودند تا سکوت را بشکنند به فکر فرو رفتند آیا بلوای کرمان پرده اول از همان نمایش نامه آرمانی نیست پیمان همدلی دو سید نامآور مشروطخا یعنی سید محمد تباتبایی و سید عبدالله بهبهانی در همین شب غمگین طولانی و سیاه بسته شد یلدای قمنگیز آنها که راهی دراز در پیش روی خیش می دیدند. موج ماجرا به تهران کشیده می شود. شاهزاده خشمگین توانسته بود بلواهای جسته و گریخته را بخواباند. سکوت بود و تردید تا اینکه علا دوله حاکم تهران که دست نشانده این و بود به بهانه گران شدن قند که آن را نتیجه و باستابی از جنگهای روس و ژاپن می بازرگانان و بازاریان تهرانی را در بعد از ظهر پاییزی دلگیر به فلک بست و چوب زد. دوشنبه 14 شوال 1323 بازرگانان چوب خورده همه از کسبه نامدار و آبرومند بازار بودند. شنیدن این خبر بر خشم پنهان جامعه افزود. طبقه تجار را در هم تنیده تر کرد و به خواست و یک پارچگی مردم برای مبارزه شدت بیشتری بخشید. ماجرا از این قرار بود که 17 تن از بازرگانان به اداره حکمرانی احضار شدند. تجار از همه جا بیخبر خبر شال و کلاه کردند و به اداره رفتن. آنها نمیدانستند این احزاریه احزاریه به فلک بستن آنهاست. علا دوله به خیال خود می که با این کار به سود مردم حکمی صادر کرده است و برای خود در میان مردم محبوبیت خریده است. اما نکته جالب توجه آن بود که بخشی از پیکرای جامعه اکنون با الهام از نمادهای عصر نو انگیزش های اقتصادی جدی تری داشتند و گاهی حاضر بودند به مدد رهبری انسجام یافته رهبران روشنفکر و انقلابی آگاهی و مبارزه را بر انگیزش ها و نیازهای اقتصادی برتری دهند. روزها روزهای آزادی عقده های کهنه بود قرار بود درها و دروازه های زندان گشوده شود و آن همه حرف نگفته و اندوه خاموش و متروک مانده بیرون بریزد. این به هم پیوستگی مردم نقطه ی عطف تاریخی شگفتانگیزی بود که نوید رهیدگی مردم را از خود مداری و گریز اجتماعی ولا به صورت موقت و مقطعی میداد. حسن قاضی مرادی این تحول تاریخی را گذر از جماعت به جامعه گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن میداند و می با پیروزی انقلاب مشروطه و تداوم و اعتلايه بعدی آن امکان داشت جامعه به مرحله‌ای راه یابد که با تثبیت مالکیت خصوصی و استقرار مناسبات تولیدی سرمایه‌داری هویت فردی میان ایرانیان زمینه یافته گسترش و استقرار یابد و این خود شرایطی را برای تحقق مفهوم ملت دولت در ایران فراهم کند. به هر حال نتیجه این در هم پیوستگی این بود که بازارها بسته شدند. کسبه و بازاریان کلاهای ماهوتیشان را به میخ روی دیوار خانه آویختند و در حجره ها را بسته نگه داشتند. آنها میخواستند به هر شکلی که هست اعتراض خود را به گوش حاکمیت برسانند و بستن بازار و راکت گذاشتن اقتصادی که بر پایه همان حجره های تنگ و نمور میچرخید بهترین و رساترین شکل اعتراض بود. مردم در سکوت در جستجوی حلقه دیگری از زنجیره بحران ها بودند. نمایشنامه مسجد شاه حلقه بعدی زنجیره ی حوادثی که قرار بود با در هم تنیدن و به هم پیوستنشان مشروطیت ایرانی را پایه گذاری اتفاقی بود که در مسجد شاه تهران رخ داد. بحران مسجد شاه 15 شعال 1323 طرح بیمعنایی بود برای خاموش کردن سردستگان مخالفان و آنها که مردم را به شور و هیجان میانداختند. آن روزها این روحانیان بودند که هدایت مردم را در شاهراهی که به سرمنزل مطلوب جامعه گرمی خورد بر عهده داشتند مراجع و مجتهدان در فضای سنتی و متمایل به مذهب جامعه قاجاری یعنی جامعه که تا انگیزه دینی و قوی نداشت قدم در عرصه های کلان نمیگذاشت وزنه های سنگینی بودند که نگاه توده جامعه را به خود جلب میکردند توده برای حضور خود در صحنه مبارزه و باور جرفای بحرانهایی که آینده و هویتش را نشانه رفته بوده به منبر و مسجد چشم می دوخ. آنجا بود که عامه مردم را برای مبارزه بسیج می کردن و در ذهنشان شالوده های محکمی برای این در هم تنیدگی می آفریدن. البته باید اضافه کرد که نقش و کارکرد مردم و رهبران در این مقطع و در همه انقلاب حالتی دوسویه و متقابل دارد. در دو موقعیت نقش قاطع افراد در فرایند انقلابی مشخص و مشهود است. رهبران نقش منحصر به فردی در انقلاب اجتماعی دارند. مردم را سازمان می دهند و مهمتر از اینکه جهت دید آنها اندیشه ها و آرمان ها را تعیین می کنند تا در گرد آن حرکت نمایند. مردم به نوبه خود به پیشنهادهای آنها پاسخ می دهند یا نمی دهند. اگر پاسخ دهند این مردم هستند که سرعت و مقصد فرایند را معلوم کرده و اغلب در واقع شکل فعالیت رهبران را مشخص می کنه. طراح اصلی نمایش نامه مسجد شاه کسی نبود جز یک روحانی وابسته به دربار. میرزا عبالقاسم امام جمعه. او با ظاهرسازی و فریبکاری کوشید خود را همگام با روحانیان مردمی نشان دهد امام جمعه با دلگرمی که از مردم می کرد روحانیون را هیجان زده تر کند. هم او بود که واعظ نامدار سید جمال الدین را برانگیخت که این مجال آشفته را غنیمت شمارده بقص دیرینه خود را در همین مسجد شاه که به کانون همدلی مردمی خشمگین و معترض تبدیل شده از خالی کند. واعظ با چنین دلگرمیهایی هایی بر فراز منبر رفت و از اندوهی گفت که در دلش جوانه زده بود. او خشم خود را از بیرحمی حاکم تهران علا و دوله پنهان نکرد و در ادامه شاید برای نخستین بار پای شاه و سلطنت را به بحرانهای های پیچ در پیچی کشید که همچون سلسله از ناآرامی و خشم پای تخ را در بر گرفته بود. این سخنان شاید اولین انتقادات کوبنده معترضان به دستگاه پادشاهی دیرین سالی بود که اکنون بر پایه های لرزان به رحش افتاده بود. او با لحنی کوبنده و با یادآوری عمق بحران حرفهایی زد که همان دستاویز دلخواه امام جمعه بود. اعلا حضرت شاهنشاه اگر مسلمان است با علما اعلام همراهی خواهد فرمود و عرایز بیقرزانه علما را خواهد شنید و الا ای اگر این پایان حرف های واعظ خشمگین بود مردم در همین موقع به دنبال رد صدایی گشتند که فریاد میزد ای سید بیدین ای لا مذهب بی احترامی به شاه کردی ای کافر ای بابی چرا به شاه بد میگویی واعظ خودش هم باور نمی کرد رد این صدا به حلقوم مردی برسد که او را برای بازگفتن دردهای دیرین به هیجان آورده بود و تا لب منبر همراهیش کرده بود. گرمای دست امام جمعه هنوز روی شانه های غمگین بود. از اینجا به بعد باقی بازیگران نیز باید به صحنه می آمدن. بازیگرانی با چوب و قداره قد و چند تایی هم با تپانچه. لابد در ادامه همین سناریو آمده بود که مردم باید بگریزند و مسجد شاه را خالی و قربت زده رها کنند وسط شهری قبار گرفته و غمگین شهری منتظر و خسته روحانیان و همراهانشان به منزل مرحوم تباتبایی پناه بردند آنجا جلسه ای منعقد بود که قرار بود در آن درباره اقدامات بعدی معترضان تصمیم گیری شود. راستی در این سراسیمگی گره خورده چه باید میکردند